خب شنیدیم که مهاراجه خیلی پول داره و از قضا دخترم داره، نقشه کشیدین برین دامادش بشین. نمیخواین با دختر مهاراجه ازدواج کنین؟ شرط داره همدوری که نمیشه که. بعد اولش کلی پول دار بشین که تازه بتونین برین خواستگاری. و توی این بازی کسی که پول دارتر باشه میتونه بره خواستگاری دختر مهاراجه و بتونه دامادش بشه، به غلامی به پذیرتتون. و شرطش هم اینه که بتونین از این مهر منزلت مهاراجه بزرگ نشان ملک و تجار دوتا دریافت کنین تا تازه بتونین شانس اینو داشته باشین که وارد اون خانواده بشین. سلام، سروش هستم، بازی جایپور رو میخوام بهتون معرفی کنم. یه بازی دو نفره قدیمی خیلی خوب که حالا ورژن جدیدش هم اومده، با کارتای خوش آب و رنگ و جذاب و تایلای مختلف، نشانهای مهر منزلت ملک و تجار و کارتای جایزه. کارتای بازی رو اجزا رو بهتون نشون میدم، بعدش هم آموزش بازی رو کامل براتون میگم. دو نفره های خیلی خب. بازی ساخت سال 2009، طراح بازی آقای سباستیان پوشون هست، رنک فامیلی گیمش 36 و رنک اوورالی 188. البته امروز 4 شهریور 1403 این رنکینگ هایی بود که بهتون گفتم. بریم که اجزای بازی رو بهتون نشون بدم. خب کارت های بازی شامل شطور و کارت های کالاها که کالاها میشن الماس، نقره، چرم، پارچه، طلا، ادویه، اینا کارتای بازی بود. نشانهایی که برای تجارت به دست میارید برای هر کالایی وجود داره. نشانها، این نشانه حالا چرم از شماره 4 شروع میشه، به ترتیب هم باید بچینیم، از 4 بعد 3، 2 و 1 ارزش های کمتر زیر قرار میگیرن. برای ادویه هم به همین ترتیب از 5 شروع میشه تا 1، برای پارچه از 5 تا 1، برای الماس فقط 7 و 5 وجود داره، تعدادش کمتره از بقیه کالاها. طلا 6 و 5 فقط داره و نقره همش 5. یه نشان هم وجود داره، نشان شتر، برای کسی که پایان هر دور بازی بیشترین تعداد شتر رو داشته باشه. و جایزه هایی که برای تجارت به دست میارید برای معامله سکالا، یعنی برای فروختن سکالا، از اینها به دست میارید که اعداد زیرش رندومه، از 1 وجود داره برای سکالا تا 3، برای 4 کالا، برای فروش 4 کالا از 4 وجود داره تا 6 اعداد پشتش، و به صورت رندوم هم چیدمانش هست، یعنی نمیدونین که وقتی دارین 4 تا کالا میفروشین قراره چه سکه با چه ارزشی به دست بیارید. برای فروش 5 کالا از 8 داریم تا 10 ارزش ها که اینم به صورت رندوم به دست میاد. و نشان معروف مهاراجای بزرگ که مهر منزلت، در واقع هر دور بازی کسی که ببره یه دونه مهر منزلت دریافت میکنه. در کل کسی که بتونه از این سه تا نشان و از این سه تا مهر منزلت دو تاش رو دریافت کنه میتونه بره خواستگاری دختر مهاراجا. و چیدمان، چیدمان بازی به این صورته که بریم رو دوربین بالا که چیدمان رو کامل ببینید از بالا به چه صورت هست. چیدمان بازی به این صورته که فقط 3 تا کارت شطور از تو دسته کارتا در میاریم، میچینیم روی میز، بقیه کارتا رو همه رو بر میزنیم، به صورت رندوم 2 تا کارت دیگه به اینا اضافه میکنیم به این صورت، هرچی اومد، حتی ممکنه شطور هم توش باشه، مهم نیست. و از بین کارتا دوباره بر میزنیم، نفری 5 تا کارت هم به بازیکن ها میده، هر بازیکنی 5 تا کارت داره.
این هم دسته کارت‌ها که اینجا قرار میگیره. من دسته کارت، در واقع کارت دست بازیکن‌ها رو به صورت برو میچینم که توضیح بدم چه اتفاقی قرار بیفته. همون اول بازی اگر بازیکن شطور توی دستش باشه، شطورها رو از دستش خارج میکنه و به صورت یک کاروان مقابل خودش قرار میده. شطورها رو باید به صورت جدا بذارید و نم حالا دست بازیکن روبرویی که دارم براتون توضیح میدم. هر بازیکنی توی نوبتش یکی از این کارها رو میتونه انجام بده، یا میتونه مبادله انجام بده، کارت به دست بیاره، کالا بده، کالا بگیره، یا میتونه خرید، در واقع فروش کالا رو داشته باشه. برای مبادله چند تا راه باز وجود داره. اگر بخواین فقط یک کالا از اینجا بردارین، هر کالایی دوست دارین از اینجا برمیدارین و به دستتون اضافه میکنین و به این صورت هست که بلافاصله جاش از دسته کارت‌ها یک کارت دیگه پر میشه. اولین کاری بود که میتونستیم بکنیم. یا میتونین هر تعداد کارت که میخواین با اینجا مبادله کنین، یعنی یه تعداد کارت از اینجا بردارین، هر کالایی لازم دارین به جاش هر کالایی که نمیخواین رو بذارین سر جاش از دستتون، یعنی دو تا کارت بردارین حداقل و دو تا کارت به جاش بذارین، سه تا، چهار تا، یا هر تعدادی تا 5 تا هم میتونین این کار رو انجام بدین. یا بیاین از اینجا شطور بردارین. اگر میخواین شطور بردارین، تمام شطورها رو با یه حرکت جمع میکنین و شطور رو همونطوری که گفتم تو دستتون اضافه نمیکنین، میچینین جلو خودتون. شطورها رو برای خودتون برمیدارین، میچینین جلو خودتون و به جاش از دستتون چیزی پر نمیکنین، از دسته کارت ها جاش جایگزین میشه و پر میشه. یا میتونین کالا بفروشین. برای فروش کالا میتونین یک کالا بفروشین، میتونین دو کالا بفروشین یا بیشتر. هر تعداد کالایی که از این کالاهایی که اینجا هست، شامل پارچه، ادویه و چرم، اگر فروختین به تعدادش از روی دسته سکه ها سکه برمیدارین، یعنی اگر یه چرم فروختین فقط یه دونه از روش برمیدارین، اگر دو تا چرم فروختین دو تای روی رو برمیدارین، سه تا سه تا رو و چهار تا هم و همون تعداد که در واقع میفروشین از اینجا سکه برمیدارین. اما اگر سه تایی فروختین یه جایزه هم از اینجا دریافت کنین، یعنی اگر سه تا چیز با هم دادین از این کالاها، یه دونه از اینجا رویش رو برمیدارین، عددش معلوم نیست، خودتون میتونین نگاه کنین ببینین چه عددی گیرتون اومده. اگر چهار تا کالا رو بفروشین از سکه های چهار تایی گیرتون میاد و اگر پنج تا فروختین از سکه های پنج تایی یه دونه رو برمیدارین. برای فروختن الماس، طلا و نقره یه شرط وجود داره، حداقل دو تا باید بفروشین تا بتونین دو تا از اینا رو بردارین. حتی اگر یه دونه ته اینا مونده باشه برای برداشتن این یکی، شما باید دو تا الماس بفروشین تا آخرین سکه جایزش گیرتون بیاد. پایان هر دور جمع عدد امتیازهایی که به دست آوردین برنده رو مشخص میکنه و مهر منزلت رو میتونین دریافت کنین. کسی که بیشترین تعداد شطور رو توی کاروانش داشته باشه این نشان رو هم دریافت میکنه که 5 امتیازم اضافه میکنه به امتیازاتون. در واقع اینا روپیه هست، این عددهایی که دارید به دست میارید واحد پول هندوستانه و روپیه هست. هر کسی که پایان هر راند روپیه بیشتری داشته باشه مهر منزلت اون دور رو دریافت میکنه و در پایان بازی هم همونطور که گفتم کسی که بتونه از سه تا نشان مهر منزلت دو تاش رو دریافت کنه برنده بازی هست. یه بار دیگه مرور کنم به صورت خلاصه. برای بازی کردن یا میتونین یک کارت از اینجا بردارین به دستتون اضافه کنین، هر بازیکنی حد اکثر 7 تا کارت میتونه توی دستش داشته باشه. یا میتونین کالا مبادله کنین، هر تعدادی کالا که نیاز دارین برمیدارین به جاش از دستتون جایگزین میکنین. یا میتونین شطور بردارین، تمام شطورهای موجود در اینجا رو برمیدارین جلو خودتون میچینین و به جاش از دسته کارتا پر میکنین. و یا کالا میفروشین که برای فروش کالا، برای کالاهای معمولی مثل پارچه و ادویه و چرم هر تعدادی دوست داشتین میفروشین. برای کالاهای با ارزش‌تر مثل الماس و طلا و نقره حداقل دو تا باید بفروشین تا بتونین نشانش رو هم به دست بیارین. هیچ وقت نمیتونین اینها رو تنهایی بفروشین. خب یک دور آزمایشی هم میخوایم با مانیا بازی کنیم. چیدمان رو بعد رو تصویر زوم ببینید. زوم ببینید کامل که به چه صورته. بریم روی تصویر.
خب چیدمان رو ببینید، سه تا کارت شطور جدا میکنیم، میچینیم وسط، بعد دسته کارت ها رو بر میزنیم، دو تا کارت دیگه هم رندوم بهش اضافه میکنیم، ممکنه شطور باشه ممکنم نباشه. بعد دوباره نفری 5 تا کارت داریم توی دستمون، دسته کارت ها رو اینجا قرار میدیم. نکته ای که وجود داره نشان های مربوط به کالاها رو از بزرگ به کوچیک میچینیم و بزرگا رو، کوچیکا زیر، و طوری که همشون عددشون پیدا باشه. این نشان های مربوط به تجارت 3 کالا، 4 و 5 کالا رو به صورت رندوم اینجا قرار میدیم و به صورت دسته ای هم هستن. اینا هم که مهر معروف مهاراجا هست که برای برنده هر دور یه دونه از این نشان ها مهر منزلت در واقع هست که تعلق میگیره و نشان بیشترین تعداد شطور. اول بازی اگر توی دستمون شطوری باشه باید از دستمون درش بیاریم و جلو خودمون قرار بدیم. من یه دونه داشتم، شما هم اگر دارید، دوتا دارم من، اگر دارین شطوراتون رو بذارین، ندارین. خب حالا شروع کنیم به بازی، شما بفرمایید شروع کنیم. تمام شطورها رو توی یه حرکت برداشت و مقابل خودش قرار داد. از دستش چیزی جایگزین نمیشه، از دسته کارت ها جایگزین میشه. خب من با توجه به دستم الان سه تا پارچه اینجا هست و دو تا چرخ. دست منم اینجوریه وضعیتش. خب من همین الان میتونم دوتا شطورم رو بدم و به جاش دوتا کالا بگیرم. دوتا شطور رو میدم، دوتا چرم برمیدارم، دوتا شطور رو میذارم وسط. نوبت شماست. منم دوتا شطورم، سه تا شطورش رو داد، سه تا پارچه برداشت. من الان میخوام فروش رو انجام بدم، سه تا چرم میدم، سه تا چرم رو دیسکارت میکنم، میره بیرون. سه تا نشان از روی چرم برمیدارم، چون سه تا فروختم از روی دسته مربوط به ستایی ها هم یه دونه جایزه گیرم میاد، عددش خودم فقط تو هم ببینم. خب نوبت شماست. منم چهار تا پارچه میپوشم، چهار تا پارچه، چهار تا نشان از روی پارچه ها برمیداره، یه دونم سکه چهار تایی گیرش میاد. عالی. خب من توی یه حرکت همه شطورا رو بعد دارم میارم جلو خودم، 5 تا از اینجا پر میکنم. چیز خوبی هم اومد. نوبت شماست. من یه دونه طلا برمیدارم، یه دونه طلا برمیداره. برای برداشتن یه دونه نیازی نیست از دستمون چیزی جایگزین کنیم، از دسته کارت ها جایگزین میشه. خب من میتونم سه تا شطور بدم، سه تا ادویه بگیرم. شطور ویژگیش اینه که میتونید با کالا محافظه کنید، بیشترین تعداد شطور هم که آخر بازی یه سکه داره، آخر هر راند. شکرم. خب از ایت رو ببینید، 5 تا ادویه دارم میفروشم، تمام ادویه ها رو جمع میکنم، 1، 2، 3، 4، 5 تا از اینجا، سکه 5 تایی هم از اینجا گیرم میاد، عددش رو ببینید. میذارم اینجا، نوبت شماست. من یک کارت برم. یک کارت برمیداریم. من. خب. این بلافاصله جایگزین میشه. دستتون خالی شد؟ آره من دستم هیچ کارتی توش ندارم. هر بازیکنی هم حد اکثر 7 تا کارت میتونه توی دستش داشته باشه. من دوتا شطور رو میدم،
یه الماس و یه طلا برمیدارم. نه از این چرمه. اشتباه کردم، یه الماس و یه چرم گیرم اومد. بعد شماست؟ من بفرم چی میفروشی؟ دوتا الماس میفروشم. دوتا الماس، الماس و طلا و نقره رو حداقل دوتا باید بفروشین تا بتونین از این نشان ها بردارین. خب من نوبت همه. یه دونه نقره برمیدارم، جاش از اینجا پر میشه. مرسی. باز گردورش زمانی تموم میشه که یا اینجا رو نتونیم پر کنیم از دسته کارتا پنجتاشو، یا از این کالاهایی که اینجا داره فروش میره و نشان دریافت میکنیم سه مدلش تموم شده باشه. چی کار کردی؟ چی بودی؟ این ادویه. ادویه دوتا شطور جایگزین میکنه. من تمام شطورها رو میبرم دوباره، چینم جلو خودم، از اینجا پر میشه جاش، پارچه و پارچه و چرم و نقره. خب من الان اگه سه تا ادویه بپوشم، دوتاش گیرت میاد، یه ستایی هم گیرت میاد. درسته، چون ستا کبوختی. الان یه مدل از این نشانها تموم شد، دو مدل دیگه هم تموم بشه شرط پایان دوره. آره. خب من الان دوتا شطور بدم، چرم مونده. آره، دوتا شطور میدم، دوتا چرم برمیدارم. نوبت شماست. من دوتا طلا میفروشم. دوتا طلا میفروشه، دوتا نشان طلا برمیداره، جازاش هم بالاست، شیشتاییه. خب من سه تا چرم میفروشم، سه تا چرم هم میدم، سه تا از روی نشان های چرم همش یک مونده، یک کار رو برمیدارم، یه دونم نشانه از اینجا ستایی برمیدارم. نوبت شماست. یه نقره، یه نقره برمیداره، جاش از دسته کارتا پر میشه. به به، طلا اومد. الماسه؟ الماس. من یه الماس برمیدارم، جاش از اینجا پر میکنم. طلا اومد، طلا رو میبره. خب دوتا الماس بفروشیم، از اینجا دوتا برمیدارم. بعد شماست. من دوتا شطور رو میدم. دوتا شطور داد، دوتا پارچه برداشت. من همه شطورها رو میبرم، شد هفتا شطور ها. چقدر شطور؟ یه گله شطور دارم. نقره ها رو ببین. من دوتا پارچه میدم، دوتا نقره بر. اوه چه سودی کرد. اینجا هم فقط پارچه مونده، پارچه توی بازار هنوز هست. خب سه تا از شطورها رو بدم، سه تا پارچه رو بردارم. بذارم توی دستم. نوبت شماست. من سه تا نقره میدوشم. سه تا نقره برو، سه تا نشان پنج امتیازی نقره میگیره با یه دونه نشان از اینجا. خب دوباره اینجا پر شطوره. من مجبورم شطور بردارم، همه شطورها رو برمیدارم، اینجا شطورداریه، بزرگترین گله شطوره با برمیان. هم میتونستم بفروشم هم. من یه طلا، یه طلا برمیداره، یه نقره اومد. خب من یه نقره برمیدارم. من دوتا طلا میفروشم. دوتا سکه پنجی برمیداره. من دوتا نقره میفروشم، دوتا رو برمیدارم.
به اضافه خب الان نقره تموم شد، پارچه چرم هم تموم شد درسته؟ نه پارچه نه، ادویه و نقره تموم شد و یه چیز دیگه تموم بشه دور بازی به پایان میرسه. تعویض کرد نیازی نیست واسه یه کارت رو. آره یه دونه رو درسته برمیدارم به جاش چیزی نمیخواد بدن. سه تا پارچه دارم میفروشم، پارچه هم تموم شد دور بازی در جا تموم میشه. یه دونه ستایی هم دقیقا از اینجا برمیدارم، یه امتیاز بیشتر نداشت. حالا جمع امتیازها رو حساب میکنی، شطور هم شما میدونی بالا من میشه دقیقا درسته نشان شطور به خاطر اینکه بیشترین شطور رو دارم نسبت به حریف. 3-4 خب این شطورها رو جمع کنیم، بعد جمع امتیازها رو حساب کنیم که شطور بود همش. خب جمع عددها رو بزنیم، درشو میتونی اینجوری برن تان نشونیم بگو 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 سکیم اون رو بگو در و بگو سکیم 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 You go on assets store. That's important. We can say that. هفتاد و چهار من 72. خب فکر کنم مانیو علاقه نداشته باشه بره خواستگاری دختر مهاراجا، خودم میرم. خب الان یه دوره بازی تموم شد، یه دونه از این مار منزلت گیرمانیا میاد، بازی به همین ترتیب باید ادامه پیدا کنه. اگه دور دوم دوباره مانیا ببره اینو بگیره دیگه نیازی نیست دور سوم رو بازی کنیم، چون از سه تا مهر باید یه نفر دوتاش رو دریافت کنه. خب رقابت حساسی بود، 74-72 مانیا برنده شد، یه دونه مار منزلت دریافت میکنه، به همین ترتیب دوباره همه کارت‌ها جمع میشه، دور دوم بازی میشه. اگر نفری که دور اول رو برده دوباره ببره دوم مهر منزلت رو دریافت کنه درجا برنده بازیه، ولی اگه من دریافت کنم میریم برای راند سوم و راند فینال که برنده نهایی بازی هم مشخص بشه. ممنون که ویدیو رو تا انتها نگاه کردین، امیدوارم تندرست باشین، خدا نگهدار.